بسم الله الرحمن الرحیم، وطن کجاست؟ یک کسی گفت که آقا وطن ما ایران است. شما مگه نمیگید تو وطن نماز کامله؟ ما همه جا نماز کامل بخونه. منم در جواب گفتم اتفاقا تو دنیا همه ما مسافریم، پس همه جا نماز شکسته بخونیم. نه اون درسته نه این درسته. اون وطن فقهی، ما چند تا وطن داریم: یک وطن اصلی، دو وطن اتخاذی، سه وطن قهری، چهار وطن حکمی. حالا ممکنه بگید بابا خیلی سختش کردید که ما یه وطن میشناختیم، اما شهر خودمون، روستای خودمون، آره 4-5 تا پیدا شد. اما نه، خیلی ساده است. وطن اصلی جاییست که انسان متولد شده و در اونجا بزرگ شده و رشد و نموی پیدا کرده. متولد شدن هم نه اون جایی که رفته دنیا اومده ها، ممکنه از این شهر به شهر دیگه رفته، چند ساعت تو زایشگاه بوده یا دو روزم تو همونجا بستری بوده و بعد برگشته به شهر یا روستای خودشون. اون شهر زایشگاه وطن نیست. اون جایی که در ابتدای زندگی آدم بوده و بزرگ شده و چند سالی مونده، اینو اصطلاحاً میگن وطن اصلی. ولی در اونجا هم باید چند سالی مونده باشه که اصطلاحا میگن بزرگ شده باشه، رشد نموی پیدا کرده باشد، که حالا مثلا 4 سال 5 سال 6 سال. این وطن اصلی تا زمانی که آدم از اونجا نرفته است همچنان وطنه. وقتی هم که رفت، اگر تصمیم داره مجددن برگرده اونجا زندگی کنه، و حتی اگر احتمال میده یه روزی برگرده همونجا، مثلا میگه وقتی که بازنشست شدم، وقتی که تحصیلاتم تمام شد، وقتی کار مناسبی اونجا پیدا شد، وضع زندگیم جور شد، برمیگردم. این همچنان حکم وطن رو داره، یعنی وطن هست. وقتی که میره اونجا ولو یه روز دو روزم بمانند، نمازش کامل است. اما این که میگه وصیت کردم منو ببرن همونجا دفن کنن، یا خیلی اونجا رو دوست دارم، یا اقوام خویشان هستن، هنوز اونجا باقی ملک داریم، اینا تأثیری نداره. باید یا تصمیم داشته باشه اونجا برگردد، یا احتمال بده برای زندگی برگرده. گهگاهی اونجا میریم، نه، اگر واقعا بخشی از سال رو اونجا زندگی میکنه وطن هست، وگر نه نه. برخی از مراجع معظم تقلید از جمله حضرت آیت الله مکارم شیرازی میگن اگر چندین ساله که رفته دیگه ولو بخوادم برگرده، این احراز قهریست. اما حضرت امام، حضرت آقا مقام معظم رهبری و اکثر مراجع میگن نه، اگر سالیانی هم از رفته ولی بنا داره برای زندگی برگرده یا احتمال میده، نمازش همچنان اونجا کامله ولو یکی دو روز اونجا برود. این وطن اصلی. وطن اتخاذی جاییست که وطن اصلی نیست، زادگاهمون نیست، ولی اونجا رو به عنوان وطن و محل زندگی همیشگی انتخاب کرده است. طرف از یه شهری آمده تهران، میگه ما دیگه همینجا زندگی میکنیم. آقا برمیگرده اونجا؟ نه. یا اگرم میخواد برگرده، احتمال این هست برگرده، اما اینجا رو میخواد بماند. به هر حال اینم بهش میگن وطن اتخاذی، یعنی جایی که وطنش نبود. حالا اونایی که عربی آشنا هستن، واتخذه وطنا یا واتخذها وطنا به اعتبار مکان، اینجا رو به عنوان وطن خودش انتخاب کرد. خب اینم وطن دوم، نماز کامله. سوم وطن قهری، جایی که آدم اومده زندگی میکنه ولی اگر ازش بپرسن آقا میخوای اینجا بمانی همیشه، میگه معلوم نیست. برمیگردی؟ معلوم نیست، شاید برگردی. تصمیم موندن همیشگی رو نداره، دقت بفرمایید. اما سالها مونده که دیگه میگن اهل اونجاست. یه مثال ساده بزنم که خوب، یه شخصی از یه جایی میره یک روستایی، اونجا یک چاتلمه میخره، یه مقداری میخره، یه خونه میخره، همون شب اول هم میره مسجد نماز جماعت، کم کم صفه جلوتر، کم کم تو جلسات اونجا شرکت میکنه، عضو هیئت منای مسجد میشه. ازش میپرسن آقا میخوای اینجا زندگی کنی؟ میگه نه معلوم نیست، حالا ببینیم چه میشود. تصمیم زندگی اونجا رو ندارد، به عنوان وطن انتخاب نکرده. اما از اهالی بپرسی ممکنه بعد از 2 سال 3 سال بگن آقایشون اهل اینجاست، مگه نمیدونی چاتلم خریده، مغداری زده، تو مسجد همیشه هست. این ممکنه یه چند سالی هم بمونه، عرفاً مردم بگن اهل اینجاست. اما یه کسیست، یه مثلا پزشکیست، یا یه طلبه‌ای، یا یه معلمیست، رفته یه جایی،
در اونجا فعلا داره زندگی میکنه، اما یه آدم اجتماعی نیست، میره درسش میده و برمیگرده، میره مطب و برمیگرده، نه تو مسجد نه جاهای اجتماعی حضوری نداره و نمیدوند اما یا اینجا میماند یا نه، اصلا یا تصمیم موندن نداره برای همیشه. این اگر سالها هم بماند، 10-15 سال هم بماند، ممکنه عرفن نگنشون اهل اینجاست. پس این فرق میکنه نسبت به افراد. اینم اصطلاحا میگن وطن قهری. چهارم وطن حکمی. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت کنید، به درد خیلیاتون میخوره. جایی که زادگاه آدم نبوده و نیست، یعنی الان هم محل زندگی هست اما زادگاهش نبوده است. دو، جایی هم نیست که انتخاب کرده باشه برای زندگی همیشگی. سه، اونقدر نمونده که مردم بگن اهل اینجاست، ولی یه مدتی میخواد اینجا سکونت داشته باشه. مثل یه شخصی که برای کار زر و مچه رو برداشته اومده شهری، یه 4-5 سالی میگه اینجا کار میکنیم بعد بر میگردیم، یا نه فرزن نظامی هست مأموریت پیدا کرده چند سالی باید بره یه جایی. فرض دیگر دانشجوییست 4 سال در یک شهری میخواد تحصیل کنه، اونجا خوابگاه داره یا جایی رو اجاره کرده یا خریده، هرچی ماوا و مسکنش فعلا اینجاست. خونه ملکی داشته باشه نداشته باشه، متأهل باشد یا مجرد، گاهی به وطنش بر میگرده یا بر نمیگردد، اما فعلا ماوا و مسکن و محل زندگیش اینجاست. اینم به فتوای برخی از فقها، از جمله مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، این بزرگواران میفرمان اگر چند سالی که حالا حداقلش که 2 سالی تصمیم داره اونجا زندگی کنه، ولو وطنش نبوده و نمیخواد همیشه زندگی کنه، یا نمیدونه اما میدونه یه چند سالی میخواد اینجا زندگی کنه، اینم در حکم وطن است. یعنی یه سری احکام وطن رو داره، نمازش کامل است. این که میگن در حکم وطن است، الان مثال بزنم، ببخشید دیگه گل بروتون، یه کسی وضو داشته، پای سخنرانی مثل سخنرانی من نشسته، گاهی وقتا خطبه نماز جمعه همین حالت پیش میاد، شک داره خوابش برد یا نه، شاید خوابش برده باشه وضوش باطل شده باشه، شاید هم چی خوابش نبرده باشه، احکام شرعی میگه چی؟ میگه چون قبلا وضو داشتی شما انشاءالله وضو داری، یعنی در حکم آدم طاهر هستی. این یک مثال. مثال دیگر میگن که خوب دقت کنید، یعنی ایشون فی الواقع ممکنه طاهر نباشد، اما جایی که تعبیر میکنن در حکم طاهر است، در حکم حلال است، در حکم وطن است، یعنی تمام اون احکام رو نداره، فی الواقع شاید نباشد اما یه سری احکام رو داره. نسبت به وطن حکمی، یعنی در اینجا نمازتون کامله، اما اینجا دیگه اعراض به اون معنا نمیخواد. شما وقتی که 2-3 سالتون تمام شد از اینجا رفتید، اگر تصمیمم داشته باشید یه روزی برگردید، این ایام در وسط که میایید نمازتون شکسته است، این اون وطن اصلی نیست، اما در مدتی که اینجا سکونت دارید نمازتون کامله. اینم 4-9 وطن که خیلی هم ساده بود انشاءالله. حالا میشه 2 تا وطن داشته باشیم؟ اشکالی نداره، یکی یه وطن اصلی داره یه وطن حکمی، یا یه وطن اصلی یه وطن اتخاذی، یعنی جایی که زادگاهش نبوده به عنوان وطن انتخاب کرده، احتمال هم میده به اون وطن اصلیش برگرده، اینم اشکالی نداره. اصلا 2 تا وطن در عرض هم مثل یه لاق قشلاق، 5-6 ماه یه علاق هستن، 5-6 ماه میان قشلا، در هر دو جام زندگی میکنن، اینم 2 وطن. 3 تا وطن رو بعضی از مراجع مثل حضرت آقا و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان احتیاط این است که 3 تا وطن نباشه، اما اگر یکی اصلی باشه، یکی اتخاذی باشه، یکی هم حکمی، این اشکالی ندارد. اونی که من میخواستم عرض کنم تمام. سوال کسی نوشت یا ننوشت؟ خب الحمدلله، بله بفرمایید، اشکال نداره. خب بله، خب چون که ننوشتن من باید بخونم دیالا هرچی گفت فرمودن، چون سوالشون رو شما متوجه نشد. اتفاقا امروز مورد نیاز بعضی افراد هست، میگه آقا ساکن تهران هستیم،
یه جایی مثلا منزلی خریدیم یا ساختیم اما اونجا وطن ما نبوده، مثل بعضی ها که الان در ساکن تهرانن، در لواسانا، در دماوند، آبسرد، نمیدونم جای دیگه، یه جایی خلاصه برای هواخوری، یا اصلا نه گاهی وقتا اونجا میره کارم میکنه، گهگاهی اونجا میره، آیا اونجا حکم وطن داره یا نه؟ نه فعلا وطن نیست. اگر بله یه جوری باشه که 5-6 ماه اینجا زندگی میکنه، 5-6 ماه اونجا زندگی میکنه، دو جا داره زندگی میکنه و تصمیمش هم همینه، یا نه آینده رفت اونجا مستقر شده زندگی رو آغاز کرد وطنه، اما اون وضعیت فعلی نه، اونجا حکم وطن نداره ولو خانه ملکی خریده باشد. داشتن ملک نداشتن ملک در این مسئله تأثیری نداره. حالا ممکنه یک کسی وضع مالیش خوبه، توی نجف هم خانه خریده، تو کربلا خانه خریده، توی چه میدونم لندن خانه خریده، گهگاهی هم میره و میاد، مثل خیلی ها که تو مشهد مثلا خانه خریدن برای زیارت میرن و میان، اما الان اونجا زندگی نمی کنن، این وطن نخواهد. خب و اما یه سوال مکتوب دست ما رسید، دومیش هم همچنین الحمدلله نوشتن، فرمودید برای دانشجویان ساکن خوابگاه نماز کامل است و شهر دانشگاه در حکم وطن است؟ بله، به فتوای مقام معظم رهبری و اون دو مرجع بزرگوار دیگر بله، به شرطی اینکه چند سالی این وضعیت داشته باشه، یعنی اینجا محل و مأوا و مسکنش همینجا باشه، حالا خوابگاه تو دانشگاه باشه بیرون باشه فرق نمیکنه. پس چرا وقتی مسئله کامل یا شکست خواندن نماز دانشجو در مواقع توقف کمتر از 10 روز مطرح می شود، حکم آقا مقام معظم رهبری احتیاطاً، ها اون بحث دیگری است، مأوا و مسکنش اینجا نیست، دقت کردید، در تردده، مثل کسی که 2 روز در هفته یه جای، 1 روز در هفته یه جای میره برای درس و برمیگرده. بحث دیگر این است که نه اصلا مأوا و مسکن اینجاست، آخر هفته میره و میاد، در این صورت میگن چون سفرها برای تحصیل هست، در سفر نه در این جایی که مأوا و مسکنشه، بین راه حکمش چیه؟ خب اینم سوال دیگه. یا نه اونی که 1 روز در هفته 2 روز در هفته میره جای درس میخونه و میاد، مأوا و مسکن شهر خودشه، اما 1 روز 2 روز به خاطر درس میره، خب به ناچارم شب یا هتل کارتون میخوابد یا هتل هیلتون و هر سال یه جایی، یا خوابگاه یا منزل اجاره یا منزل اقوام یا تو مسجد دانشگاه راه میدن اینجا بخوابید، یه جایی باید بخوابه دیگه، اما مأوا و مسکنش اینجا نیست. این تردد رو جلسه قبل یا جلسات قبلم گفتیم، بعضی از مراجع، از گذشتگان مرحوم آیت الله تبریزی، از مراجع فعلی حضرت آقا بفرمان سفر برای تحصیل مشکوکه، آیا ما میتونیم اینو بگیم سفر شغلی؟ بنابراین باید احتیاط کنن، این مربوط به اونه. و اما سوال بعدی دیگه، سوال نیارید که دیگه وقت هم نیست، نوشتن استفاده از، یعنی بعد اگه سوالی بود من چند دقیقه هستم میتونید بیاد بپرسید، استفاده از فایل PDF کتاب ها، اگر مجبور به استفاده از کتاب های خارجی علمی هستیم و به علت گران بودن و عدم دسترسی برای خرید دانلود کنید حکمش چیست؟ بعضی از مراجع که نظرشون هست که قراردادی فیما بین نباشد اشکالی نداره، چون اینا از جمله حقوق معنویه دیگه، نظر حضرت آقا و بعضی از مراجع دیگه این هست که بنابر احتیاط حق اونا باید مراعات بشود، اما نسبت به اینایی که خارجی هست تابع مقررات کشوره، دقت فرمودید، اگه کپی رایت و این گونه موارد از نظر قانون کشور ممنوع باشد یا حق حسابی باید بپردازید، بله، وگرنه اشکالی ندارد، اینم خیال شما راحت. نوشتن زمین وقف مسجد شده است، قسمتی از این زمین تبدیل به پاساج شده است و از پول اجاره این پاساج مصالح ساخت مسجد تهیه شده است و از پول اجاره مغازه ها هزینه های جاری مسجد تامین می شود، آیا نماز خواندن در این مسجد خالی از اشکال است؟ حالا هست یا نیست؟ خدمت شما که عرض کنم، ما یه مسجد داریم، یه مرافق مسجد داریم، یه موقوفات مسجد، خوب دقت کنید، یه مکانی را وقف کردن که مسجد باشد، یعنی اون کل احکام مسجد رو داره، جناب نمیدونه توقف کنن، نماز در اونجا چقدر ثواب داره، اعتکاف صحیح است و احکام دیگر، درسته، این میشه مسجد. یه سری مرافق مسجد است، مثل طهارتخانه و وضوخانه مسجد،
اینم وقف است برای مسجد، این مسجد نیست اما مال مسجده، کسی نمیتونه تصرف کنه اما احکام مسجد نداره. اینم به اصطلاح میشه مرافق مسجد، یعنی چیزایی که اطراف مسجد جز نیازمندی ها، حالا امروزه مرسوم شده از خانه خادم، خانه عالم، نمیدونم کتابخونه، امثال اینا. یه سری موقوفات داره مسجد، باقی را یه مغازه‌ای رو وقف کردن بره مسجد، جز مرافق مسجد نیست ولی وقف کردن که درآمدش صرف این مسجد بشود، یا مسجد سازی یا مسجد نگهداری یا هزینه های دیگه مسجد. خب اینم وقفه اما همش احکامش مثل هم نیست، فلذا اون مغازه ها اگه از اول وقف نشده که مسجد باشه، درسته این زمین رو وقف کردن برای مسجد اما یه قسمتی رو مسجد، صیغه مسجد خوندن، مسجد شده، بخشیدن مغازه درست کردن که این مسجد میشه اداره کرد با درآمدش، اون اشکال نداره، نماز تو این مسجد هم اشکال نداره. اصلا مسئله دیگر، اصلا این 2000 متر زمین رو وقف کرده بود طرف که مسجد بسازید، آمدن یه بخشش مسجد ساختن، یه بخشش رو تخلف کردن مغازه ساختن، بازم تو اون مسجد ولو کار تخلف بوده پولش هم خرج این مسجد میشه بشه، ولی باز نماز خوندن تو این مسجد اشکالی نداره، مگر اینکه مسائل جانبی احکام ثانویه دیگه داشته باشه. آخرین سوال، در تهران به دنیا آمدم، خب قدمتون مبارک باشد، و در آن بزرگ شدم الحمدلله، اما چون پدر و مادرم شهرستانیان، از همان بچگی زیاد به زادگاه پدر و مادرم مسافرت میکنیم و هر سال ایام زیادی را آنجا مسافرت میکنیم، آیا آنجا وطن من هست یا نه؟ وطن پدر و مادری اگر خود فرد اونجا زندگی نکرده، زادگاه و آغاز زندگیش اونجا نبوده است، اونجا وطن محسوب نمیشه. این رفت آمده اگر در حدی است که گفتیم چند ماهی باید باشه، حالا حداقل مثلا 3-4 ماه که مردم بگن بخشی از سال اینجا زندگی میکنن وطن هست، وگرنه وطن محسوب نمیشود. یکی دیگه هم اضافه شد، اینو گفتن از خواهر از خواهر، یه دونه سوال حق دارن دیگه. بله ایشون هم اشکالی نداره نوشتن که میتونم سوالمو بعد بیام بپرسم، بیرون مسجد اشکالی نداره، در خدمتیم انشاءالله که موفق باشید. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات شهدای وابسته به جمع حاضر، سلامتی خودتون، سلامتی دوستانتون که تو این جلسه نیستن، و همچنین سلامتی امت اسلامی، برآورده شدن حاجات، فرج امام زمان، سلامتی خدمتگزاران به مکتب و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب. صلوات و السلام علیکم و رحمت الله.